آقای ندیمی، درسته که در ماریوپول تقریبا الان دست بالا رو داره، اما میبینیم که در جبهه‌های دیگه عقب نشینی کرده. تا کی میتونه روسیه با این شکست‌های پی در پی مقاومت کنه و بمونه تو این جبهه ها؟ سوال خیلی خوبیه. هنوز نمیشه دقیقا جواب قطعی به این سوال داد، در اینکه پیشروی که در حال حاضر نیروهای روسیه دارن در منطقه شرق و شمال شرق و خیلی آهسته تر از انتظار ناظران غربی و همینطور احتمالا خود روسا هستش، باید این دلیلش چی هست؟ آیا با گرفتن درس از هفته های گذشته دارن روسا سعی میکنن پیشرویشون رو با احتیاط بیشتری انجام بدن، خطوط تدارکاتیشون رو مطمئن تر بکنن با پوشش بهتر، تا اینکه سعی بکنن مثل گذشته پیشروی سریع انجام بدن و خطوط تدارکاتیشون در معرض حمله اوکراینی ها باشه؟ و از طرف دیگه شاید واقعا این دیگه نهایت سرعت پیشروی روسا هستش و ما نباید انتظار یک حمله خیلی بزرگ داشته باشیم. همین حمله های کوچک ولی با اطمینان بیشتر شاید آینده کوشش جنگی روسیه در اوکراین باشه. ولی خب واقعیت اینجاست که به نظر میرسه مصمم هست همچنان روسیه با آوردن نیروهای بیشتر، چه از جبهه‌های قبلی اطراف کیف و چه نیروهای جدیدتر، جبهه خودش رو در شرق مستحکم‌تر بکنه. میخواد سعی بکنه که با تصرف شهرهای کوچکتر در شمال خودش رو نزدیکتر بکنه به شهرهای استراتژیکتر اسلوویانسک و کراماتورسک که تصرفشون بی نهایت مهم هستش اگر میخواد واقعا دنباس رو به تصرف کاملا در اختیار بگیره. و از طرف دیگه یکی از اهداف استراتژیک روسیه در شروع جنگ این هستش که اوکراین رو خلع سلاح بکنه و خلع سلاح کردن اوکراین مستلزم این هستش که صنایع نظامی اصلی اوکراین که در شهرهای مثل خارکیف، دنیپرو و زاپوروژیه هستش، اینا هم باید یا به طور کامل نابود بشه یا به تصرف روسیه در بیاد. اگر بخواد واقعا روسیه این هدف رو بهش برسه، باید این شهرها رو تصرف بکنه که ما میدونیم چقدر براش دشوار خواهد بود، برای اینکه در گرفتن شهر کوچیکتری مثل ماریوپول این همه دچار دشواری شده. بنابراین خیلی آینده سخت در پیش هست، ولی با وجود این هنوز آقای فکر میکنه که پیروزی، تا حالا به پیروزی رسیده و پیروزی نهایی رو به دست خواهد آورد. اینجاست که احساس نگرانی از به کار بردن روش های غیر متعارف مثل سلاح اتمی تاکتیکی در جایی در مرکز اوکراین واقعا به نظر میاد و آدم باید داشت نگران بشه. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور نظامی امنیتی، ممنونم از شما از واشنگتن با ما همراه بودید.